خب بازم سلام میکنم خدمت برادر خواهرای عزیز. از برادر دانیال میخوام که دعای شروع رو برامون بخونه. Everyone, all brothers and sisters, we ask to brother Iman, Daniel, sorry, brother Daniel to just say a word of prayer for opening today's meeting, please. به احترام حضور خداوند سکوت میکنیم. We remain silent to respect God. ای پدر ما که در آسمان، نام تو مقدس باد. Our heavenly Father, your name be holy. ما رو حفظ کن. Please look after us. ما رو مورد آزمایش قرار نده. And we ask you, please don't test and examine us. ما رو از گناه و وسوسه نجات بده. Please help us being far away from sin and temptation. این دنیا رو از جنگ پاک کن. Father, please stop all the war through the world. این دعا رو میخوانم در نام یگانه فرزندت عیسی ناصری. I ask all this pray through your only begotten son, Jesus Nazareth. آمین. آمین. ممنون برادر دانیال عزیز. Thank you, Brother Daniel. من امروز خیلی خوشحالم، صبح خوبی با برادر خواهرای عزیزم سپری کردم و از برادر مایک هم تشکر میکنم. امروز موعظه خوبی برامون داشتم، فکر میکنم عصرم قراره یه سری صحبت برامون بکنم. ممنون میشم. So we ask Brother Mike to start his talking. Actually, that was really nice for the first early morning talk, and we really enjoyed. We appreciate your hard work and the search, and you know, writing, presiding, and also be waiting for the new talking, for hearing from new talking from you. Khali Mamnoon. Okay. Would you like me to begin? Yes, sure. Yes, sure, okay, bro. Thank you. Okay, so adult baptism is essential for salvation. همونجوری که میدونید تعمید یکی از چیزهای ضروری برای نجات هستش. If we need to be saved, then we need to be saved from something. So what is it that we need to be saved from? میگه که اگر که ما بخوایم که حالا حفظ بشیم یا مثلا نگه داشته بشیم، باید از مثلا یه چیزی باشه که ما از مثلا از اون حفظ بشیم. فکر میکنید که اون چه چیزی هستش؟ We all need to be saved from sin. تمام ما لازم هستش که مثلا دور باشیم، ایمن باشیم یا محافظ داشته باشیم در برابر گناه. Romian bobose ahie bista bistose. So Romian bobose ahie bista bistose ro. Shall I read, bro? Yes, please, if that's all right. Yeah. من براتون میخونم صفحه 1463 دوستانی که میخوان دنبال کنن. زیرا هیچ بشری با به جا آوردن اعمال شریعت در نظر خدا پارسا شمرده نمیشود، بلکه شریعت گناه را به ما میشناساند. اما اکنون جدا از شریعت، آن پارسایی که از خداست به ظهور رسیده است، چنان که از خداست چنان که شریعت و پیامبران بر آن گواهی میدهند. این پارسایی که از خداست از راه ایمان به عیسی مسیح است و نصیب همه کسانی میشود که ایمان میآورند، زیرا در این باره هیچ تفاوتی نیست، زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا کوتاه می آیند. ممنون. What this passage in Romans is saying is that since we know what is right and what is wrong, we are responsible for doing what is right. این آیات داره در واقع به ما میگه که زمانی که ما میدونیم، یعنی زمانی که ما میفهمیم که چه چیزی درست هستش و چه چیزی اشتباه هستش، از اون زمان به بعد ما مسئولیت کارهای اشتباهی رو که انجام میدیم باید بپذیریم و به دوشمون هستش. The law given to God by Moses can be thought of as a series of lines defining what is right and what is wrong.
خداوند یه سری دستوراتی به موسی داد و به اون تو اون دستورات یک سری دستوراتی بود که نوشته شده بود، گفته شده بود که چه چیزهایی درسته و چه چیزهایی غلطه. But this idea changes with the death and resurrection of Jesus. Now, rather than having a set of lines not to cross, we have a point to aim for. و در واقع زمانی که بعد از اینکه عیسی اومد و به معنی حالا ظهور کرد، حاضر شد در میان مردم، این چیزهایی که دستوراتی که موسی آورده بود یه سری تغییراتی درش ایجاد شد، یعنی یه سری کاملتر شد. و مثل اینکه اون موقعی که حالا عیسی روی صلیب رفته و حالا یه دوتا خط بوده و صلیب رو تشکیل داده، ولی الان ما به جای اون صلیب یک نقطه ای داریم و یک هدفی رو داریم در نظر میگیریم و دنبال اون هدف هستیم. Since nobody has managed to reach that point except Jesus, we all need to be saved. به خاطر اینکه هیچ کسی نتونست به اون نقطه مطلوب و اون هدف نهایی برسه، حالا به غیر از عیسی، به خاطر این ما مجبوریم که حالا یک محافظی داشته باشیم، امن باشیم تا بتونیم به اون درجه برسیم. Romans 6 verse 23 رومیان باب 6 آیه 23 من میخونم براتون: زیرا مزد گناه مرگ است، اما عطای خداوند حیات جاودان در سرورمان مسیح عیسی است. So since we have all sinned, sadly we will all die. و به خاطر اینکه ما گناه میکنیم، متاسفانه ما میمیریم، قراره که بمیریم. But if we are saved, we will have eternal life in the kingdom of God. ولی اگر که ما حفظ بشیم و حالا یک محافظی داشته باشیم، میتونیم حالا به حیات جاودانه دست پیدا بکنیم. So there's a lot of important things we've quickly mentioned there, each of which is an entire talk by itself. در واقع تعداد زیادی از حالا تعداد زیادی از معیارها یا حالا عناصر هستن که باعث میشن که ما گناه بکنیم و بعد چطور بتونیم به گناهمون غلبه بکنیم. If we want a place in the kingdom of God, we need to be saved from sin. اگر که ما بخوایم در پادشاهی خداوند حضور داشته باشیم، باید ما گناه نکنیم. This is quite a simple process. We try to live a good life following Jesus's example. We call it a Christ-like life. And when we make a mistake, we ask for forgiveness from God. خب این به نظر خیلی ساده و راحت میاد. ما قرار اینجوری به نظر میاد که ما قراره عیسی مسیح رو پیروی بکنیم، کارهایی رو که اون از ما خواسته انجام بدیم، و اگر کار اشتباهی کردیم و اگر گناهی مرتکب شدیم، خیلی به راحتی ما میتونیم توبه کنیم و از خداوند درخواست مثلا عفو بکنیم. But this doesn't answer the question of why we need to be baptized to be saved. Why do we need to do anything other than ask for forgiveness and try and live a Christ-like life? ولی خب این جواب سوالی که میگه که چرا میخواین که تعمید بشین نیستش، و این جواب اون سوال نیستش که چرا مثلا شما میخواین پیرو به زندگی مسیحی باشی یا یه زندگی یا یک حالت مسیحیت رو دنبال بکنی. Mark chapter 16 verse 16. Marcos boba 16 aye 16. من میخونم براتون: هر که ایمان آورد و تعمید گیرد نجات خواهد یافت، اما هر که ایمان نیاورد محکوم خواهد شد. By being baptized we are demonstrating our faith. And by being baptized we are demonstrating we intend to live a Christ-like life and that we really mean it. وقتی که ما تعمید میشیم داریم نشون میدیم که ما ایمانمون رو داریم نشون میدیم، و زمانی که تعمید میشیم داریم نشون میدیم که ما مسیحی هستیم و پیرو به راه عیسییم. Hebrews chapter 11 verses 3 to 11. Ebrean bobi 11 ayet 3 ta 11. صفحه 1581 هستش، عبرانیان 11 3 تا 11. به ایمان در میابیم که کائنات به وسیله کلام خدا شکل گرفت، بدان گونه که آنچه دیده می شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. به ایمان بود که هابیل قربانی
قربانی نیکوتر از قربانی قائن به خدا تقدیم کرد و به سبب همین ایمان درباره او شهادت داده شد که پارساست، زیرا خدا درباره هدایای او به نیکویی شهادت داد. به همین سبب هرچند چشم از جهان فرو بسته هنوز سخن میگوید. به ایمان بود که هنوخ از این جهان منتقل شد تا طعم مرگ را نچشد و دیگر یافت نشد، چون خدا او را برگرفت، زیرا پیش از برگرفته شدن درباره او شهادت داده شد که خدا را خشنود ساخته. و بدون ایمان ممکن نیست بتوان خدا را خشنود ساخت، زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست و جویندگان خود را پاداش می دهد. به ایمان بود که نوح هنگامی که از جانب خدا درباره اموری که در آن زمان دیده نشده بود هشدار یافت، آن را با خدا ترسی به جد گرفت و برای نجات خانواده خیش کشتی ساخت. او به ایمان خود دنیا را محکوم کرد و وارث آن پارسایی شد که بر ایمان استوار است. به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فراخوانده شد اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث می‌یافت و هرچند نمی‌دانست به کجا می‌رود روانه شد. به ایمان بود که در سرزمین موعود همچون بیگانه‌ای در دیار غریب خانه به دوش گردید و همانند اسحاق و یعقوب که با او وارث همان وعده بودند در خیمه ها ساکن شد، زیرا چشم انتظار شهری بود با بنیاد که معمار و سازندهش خداست. به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد با اینکه سارا نازا و خود او نیز سال خورده بود، چرا که وعده دهنده را امین شمرد. Yes, bro. All the people mentioned in Hebrews 11 have one thing in common. They did something because of their faith. در واقع تمام این افرادی که توی این قسمتی که خوندیم اسمشون آورده شده بود، همه اونها یک کاری رو انجام داده بودن برای اینکه بخوان ایمانشون رو نشون بدن. They all did something. Abraham left his home and became a nomad. Noah built the ark and so on. و هر کدومشون یک کاری انجام دادن. مثلا ابراهیم اومد سرزمین خودش رو ول کرد، معرف آواره شد. نوح اومد رفت یه دونه حالا کشتی ساخت و همه هر کدومشون یه کار بزرگی انجام دادن، حرکتی انجام دادن. Hebrews 10 verses 37 to the end. Ebrian boba da aye sio haft ta sio no. زیرا پس از اندک زمانی او که باید بیاید خواهد آمد و تأخیر نخواهد کرد، اما شخص پارسای من به ایمان زیست خواهد کرد و اگر عقب نشیند از او خشنود نخواهم شد. لیکن ما از کسانی نیستیم که به عقب برمیگردند و هلاک میشوند، بلکه از آنانیم که ایمان دارند و حیات مییابند. ممنون. Faith is more than belief. So getting baptized is a demonstration of our beliefs, a demonstration that we have faith. ایمان خیلی محکمتر از باور هستش، بالاتر از نظر مقامی. و زمانی که ما تعمید میشیم، ما داریم نشون میدیم که ما باور کردیم و این باور رو داشتیم که بتونیم ایمان بیاریم و به واسطه اون باور ایمانمون رو نشون بدیم. But why baptism? Why not some other ceremony or action? ولی چرا تعمید؟ چرا مراسم دیگه ای انجام نشه و حالا کارهای دیگه ای انجام نشه؟ On the face of it, baptism is a slightly strange thing, and we'll look at exactly what it involves in a moment. حالا درباره تعمید یه چیزی هستش که حالا خیلی به نظر عجیب میاد. ما حالا به خود بیس تعمید میخوایم یکم جلوتر نگاه میکنیم. Under the law given to Moses by God, there was a series of sacrifices which existed so that people could atone for their sins. در واقع دستوری که توی اون ده فرمانی که خدا به موسی حالا عطا کرد، یه سری حالا کارهایی بود که مثلا یه سری قربانیایی باید میکردن. یه سریالی از این لیستی بود، یعنی از این قربانی ها که باید کارهایی که انجام میدادن تا گناهشون از بین بره. Jesus was the perfect man and through his death
all of those sacrifices became obsolete as Jesus is the perfect sacrifice. و در واقع به خاطر اینکه عیسی یک مرد کاملی بود و قربانی شدن اون و به صلیب کشیده شدن اون باعث شد که تمام اون لیستی که توی اون ده فرمان بود بیاد و در یک نفر نمایان بشه، آشکار بشه. There are several symbolic meanings of baptism. The main one is the symbol of dying and being buried, just as Jesus was, before being raised from the dead again, just as Jesus was. در واقع تعمید سمبل یک سری از کارها هستش، نشون دهنده یک چیز بزرگ و مثلا یک ترتیبی از یک سری کارها هستش که مثلا به ما نشون میده مرگ و رستاخیز عیسی رو و بعد دفن شدن عیسی رو و بعد از اون رستاخیز عیسی رو نشون میده. Colossians chapter 2 verses 6 to 14. It's Colossian Bordo aye 6 ta chahada. کلوسیان باب دو. باب دو آیه شیش تا چهارده. چهارده. فهمید. خب پس همون گونه که مسیح عیسی خداوند را پذیرفتید، در او سلوک کنید. در او ریشه گیرید و بنا شوید و همان گونه که تعلیم یافتید در ایمان استوار شده لبریز از شکرگزاری باشید. به هوش باشید کسی شما را با فلسفه پوچ و فریبنده اسیر نسازد که بر مسیح بلکه بر سنت آدمیان و اصول ابتدایی این دنیا استوار است. زیرا الوهیت با همه کمالش به صورت جسمانی در مسیح ساکن است. و شما در او که همه ریاست ها و قدرت ها را سر است از کمال برخوردار گشته اید و در او ختنه نیز شده اید، به ختنه ای که به دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به در آوردن شخصیت نفسانی است در ختنه مسیح. 14. و در تعمید با او مدفون گشته اید و با ایمان به قدرت خدا که مسیح را از مردگان برخیزانید با او برخیزانیده شدید. آن زمان که در گناهان و حالت ختنه ناشده نفس خود مرده بودید، خدا شما را با مسیح زنده کرد. او همه گناهان ما را آمرزید و آن را سند قرضها را که به موجب قوانین بر ضد ما نوشته شده و علیه ما قد علم کرده بود باطل کرد و بر صلیب میخکوبش کرد و از میان برداشت. ممنون. This passage in Colossians outlines what baptism means. By demonstrating our faith, by being symbolically buried and risen with Christ, our sins are forgiven by God. More than that, they are completely thrown away. و این آیاتی که خوندیم در کلسیان اومده بود کاملا توضیح میداد که تعمید میاد و حالت سمبولیکی داره برای ما و ما دقیقا مثل عیسی میمیریم و دفن میشیم و دوباره مثل اون قیام میکنیم و گناهان ما کاملا تمام گناهانی که کردیم کاملا از بین میره و دور ریخته میشه. Romans chapter 6 verses 1 to 11. Romian boba 6 aye 1 ta 11. Romian mirim bab 6 ro negah konim safhe 1466 hastesh. خب 1466 دوستان میخونم براتون. پس چه گوییم؟ آیا به گناه کردن ادامه دهیم تا فیض افزون شود؟ هرگز. ما که نسبت به گناه مرده ایم چگونه میتوانیم به زندگی در آن ادامه دهیم؟
آیا نمی دانید همه ما که در مسیح عیسی تعمید یافتیم در مرگ او تعمید یافتیم؟ پس با تعمید یافتن در مرگ با او دفن شدیم تا همان گونه که مسیح به وسیله جلال پدر از مردگان برخیزانیده شد ما نیز در زندگی نوینی گام برداریم. پس اگر در مرگی همچون مرگ او با وی یگانه شدیم به یقین در رستاخیزی همچون رستاخیز او نیز با او یگانه خواهیم بود. زیرا می دانیم آن انسان قدیم که ما بودیم با او بر صلیب شد تا پیکر گناه درگذرد و دیگر گناه را بندگی نکنیم چون آن که مرده است از گناه آزاد شده است. حال اگر با مسیح مرده ایم ایمان داریم که با او زندگی نیز خواهیم کرد. زیرا می دانیم چون مسیح از مردگان برخیزانیده شده است دیگر هرگز نخواهد مرد و مرگ دیگر بر او تسلی ندارد. او با مرگ خود یک بار برای همیشه نسبت به گناه مرد و در حیات کنونی خود برای خدا زندگی می کند. Yes, bro. Sorry, ممنون. Again, in Romans, we read that by symbolically dying and being raised with Jesus, we can be saved from our sins. و دوباره با تو این بخش خوندیم که توی رومیان که ما به صورت سمبولیک وقتی که با عیسی میمیریم و دوباره از مرگ قیام پیدا میکنیم برمیخیزیم و از شر گناهانمون نجات پیدا میکنیم. And the chapter goes into more detail and tells us that by being raised from the waters of baptism we will be resurrected from the dead in the same way when the time comes. و در واقع یه سری از جزئیات رو هم اینجا مطرح میکنه، تو این باب بهش اشاره میکنه که زمانی که ما از آب بلند میشیم و میشینیم مثل این هستش که ما از مرگ برخیزانیده شدیم و مثل زمانی هستش که عیسی که وقتی که دفنش کرده بودن چند روز بعدش اومدن دیدن نیستش و حالا سمبل اون حرکت هستش. So what does baptism itself involve then? میخوایم ببینیم که حالا چه چیزی دستن در کار تعمید هستش، چه کاری میکنن. On the face of it, baptism is a fairly strange thing. So far all we've really said about baptism itself is that it involves water. در واقع خیلی یه چیز خیلی عجیبی به نظر میاد وقتی که صحبت داریم میکنیم و تمام این نکاتی که ما تا الان بهش اشاره کردیم این هستش که آب در اشتخالت داره. There are two ways of looking at this, from the symbolic point of view and from the examples that we have in the Bible of people who were baptized. در واقع دو چیز هستش که ما به تعمید نگاه میکنیم، دو جور نگاه ما داریم. یکی این که اون سمبولی که برای ما هستش و اون چیزی که نشون دهنده اون چیزی که برای ما هست و دیگه این که درباره کسایی که توی کتاب مقدس ما خوندیم که تعمید شدن و اون چه جوری بوده. So taking the symbolic side first, baptism symbolizes being buried with Jesus. Therefore the person being baptized needs to be completely covered in water from head to toe. اگر که ما بخوایم حالا اول نگاهی بندازیم به اون مسئله مثلا سمبولیکش، میبینیم که مثل مردن در عیسی میمونیم، انگار که مثل عیسی که مرده شده دفن میشیم، باید ما به صورت کامل از نوک سر از نوک پا تا سرمون زیر آب باشه، کامل بره زیر آب. And Christadelphians usually use specially made baptismal baths for this, usually like an extra large bathtub, possibly with something to hook your feet under at one end. و در واقع کلیسا دلفیانا حالا معمولا در سالن هاشون حالا تو مراسم های تعمیدشون از یک وان های خیلی بزرگی استفاده میکنن که یعنی حالا از وان بزرگتر هستش برای اینکه یه حجم زیادی آب توش قرار بگیره. همچنین ممکنه یه گیره هایی باشه اون ته که مثلا اون شخصی که داره تعمید میشه پاشو به اون زیر مثلا قفل بکنه که بالا نیاد و مثلا به صورت کامل بتونه زیر آب فرو بره. The person being baptized holds their breath and is briefly submerged by someone else who checks to make sure they are completely covered and then raises them up again. و در واقع اون کسی که داره تعمید میشه نفسش رو حبس میکنه در سینه‌اش و
به وسیله یک شخص دیگه ای مثلا حالا هل داده میشه یا فرو برده میشه به داخل آب و دوباره وقتی که تمام قسمت های بدنش داخل آب فرو رفت دوباره بلند میشه و میشینه. The whole process takes a few minutes, most of which is getting into the water and out again. و در واقع کل مراسم چند دقیقه بیشتر از چند دقیقه نیستش که تا بیاد بره وارد وان بشه بشینه تعمید بشه و دوباره بلند شه برگرده دو سه دقیقه بیشتر طول نمیکشه. If you take the symbology away, then it is quite strange. اگه که بخوای حالا به حالت سمبولیکش نگاه بکنی حالا به نظر خیلی عجیب میاد، یه چیز عجیبیه. So that's what the symbology indicates baptism should involve. So let's look at examples from the Bible to see if it matches the symbology. حالا بیاین نگاه بکنیم به اون موارد حالا یا اون اشخاصی که مثالهایی که توی کتاب مقدس اومده اونهایی که حالا تعمید شدن و اون رو بیاین مقایسه بکنیم با حالا این کارهای سمبولیکی که ما انجام میدیم. Matthew chapter 3 in the first 6 verses. متا بابسی آیه 1 تا 6. متا 1254 هستش. در آن روزها یحیای تعمید دهنده ظهور کرد. او در بیابان یهودی موعظه می کرد و می گفت توبه کنید زیرا پادشاهی آسمان نزدیک شده است. این همان است که اشعیای نبی در بارش می گوید. ندای آن که در بیابان فریاد برمی آورد راه خداوند را آماده کنید. طریقهای او را هموار سازید. یحیی جامه از پشم شتر بر تن داشت و کمربندی چرمین بر کمر می بست و خوراکش ملخ و عسل صحرایی بود. مردمان اورشلیم و سراسر یهودیه و تمامی نواحی اطراف رود اردن جملگی نزد او می رفتند و به گناهان خود اعتراف کرده در رود اردن از او تعمید می گرفتند. ممنون. Yes. So John the Baptist was baptizing people in the River Jordan. خب دیدیم که یحیای تعمید دهنده مردم رو توی رود اردن تعمید میداد. The River Jordan has very steep banks and becomes deep very quickly. Anyone by being baptized in the River Jordan will have been thoroughly submerged in the water there. در واقع رود جردن از نظر جغرافیایی اگه بخوایم حساب بکنیم به یک مخزن خیلی بزرگ انگار متصل هستش و آب یعنی ورودی آب خیلی زیادی داره منظورشون این هستش و که افرادی که توی اون رود تعمید می شدن در واقع کامل توی آب فرو می رفتن یعنی میگه خیلی عمیق بوده آبش. Verses 13 to 17 of Matthew chapter 3. So Mata Bobasi Aya Sizda Tahifda. I will do it, yeah. آنگاه عیسی از جلیل به رود اردن آمد تا از یحیی تعمید گیرد. ولی یحیی کوشید او را باز دارد و به او گفت منم که باید از تو تعمید بگیرم و حال تو نزد من میایی؟ عیسی در پاسخ گفت بگذار اکنون چنین شود زیرا شایسته است که ما پارسایی را به کمال تحقق بخشیم. پس یحیی رضایت داد. چون عیسی تعمید گرفت بیدرنگ از آب برآمد. همان دم آسمان گشوده شد و او روح خدا را دید که همچون کبوتری فرود آمد و بر وی قرار گرفت. پس ندایی از آسمان در رسید که این است پسر محبوبم که از او خوشنودم. ممنون. So Jesus himself came to John the Baptist to be baptized. خب دیدیم که عیسی خودش به شخص اومد رفت پیش یحیای تعمید دهنده تا تعمیدش بده. And when John says that Jesus doesn't need to be baptized, Jesus, who is the only perfect man to have ever lived, says he needs to be baptized to fulfill all righteousness. و در واقع زمانی که عیسی اومد بهش گفت یحیی اومد بهش گفتش که تو نمیخواد که تعمید بشی لازم نیستش که تو تعمید بشی در واقع اون آدمی که کامل ترین انسان روی زمین هستش اومد و گفتش که نه من باید تعمید بشم تا این مثلا این اتفاق بیفته تا مثل حالت یک درسی برای دیگران بشه یا اون چیزی که حالا گفته شده بود باید تعبیر بشه. And when Jesus is baptized, the Spirit of God descends on him and a voice from heaven says, This is my beloved Son in whom I am well pleased. و زمانی که حالا عیسی تعمید شد اون روح خداوند به صورت یک کبوتری اومد و روی شونش نشست و
و این صدا رو سر داد که این پسرمه و من از این خیلی خوشحال هستم، از حضورش خرسندم. Earlier we said that Jesus is the point we should be aiming at, and as Jesus was baptized, then we should be as well. و در واقع در ابتدای صحبت ها من گفتم که عیسی مثل یک نقطه ای میمونه که ما باید به سمت اون حرکت کنیم و مثلا هدفمون باید اون باشه و زمانی که عیسی اینجا تعمید شده خب پس ما هم باید همین کار رو بکنیم دیگه، ما هم باید مثل اون باشیم. Let's look at another example. بذارین یه مثال دیگر رو با هم دیگه بخونیم. Acts chapter 8 verses 26 to 39 says Amale Razulan Boba Hasht Aye Bist O Shish to 39. Acts 8. Yeah, chapter 8. So yes, Acts chapter 8, please. Yeah. Thank you. Sorry, what was the verse? 26 to 39, please. To 39? To 39, please. آنگاه فرشته خداوند به فیلیپوس گفت برخیز و به سمت جنوب برو، به آن راه بیابانی که از اورشلیم به غزه می رود. سپس برخاست و روانه شد که در راه به خواجه سرایی حبشی برخورد که از بزرگان دربار کنداکه ملکه حبشه و خزانه دار او بود. برای عبادت به اورشلیم آمده بود. او در بازگشت به وطن بر عرابه خیش نشسته بود و کتاب اشعیای نبی را می خواند. آنگاه روح به فیلیپوس گفت نزدیک برو و با آن عرابه همراه شو. فیلیپوس به سوی عرابه پیش دوید و شنید که خواجه سرای حبشی کتاب اشعیای نبی را میخواند. پس به او گفت آیا آنچه میخوانی میفهمی؟ گفت چگونه میتوانم بفهمم اگر کسی راهنماییم نکند؟ پس از فیلیپوس خواهش کرد سوار شود و کنار او بنشیند. بخشی از کتاب مقدس را میخواند این بود: همچون گوسفندی برای ذبح میبرند و چون بره‌ای که نزد پشم چینان خود خاموش است، همچنان دهان نگشود. در حقارتش عدالت از او دریغ شد. چه کسی از نسل او سخن تواند گفت؟ زیرا حیات او از روی زمین منقطع گردید. خواجه سرا به فیلیپوس گفت تمنا دارم به من بگویی که نبی در اینجا که از که سخن میگوید، از خود یا از شخص دیگر؟ پس فیلیپوس سخن آغاز کرد و از همان بخش از کتاب مقدس شروع کرد درباره عیسی به او بشارت داد. همچنان که در راه پیش می‌راندند به آبی رسیدند. خواجه سرا گفت بنگر اینک آب مهیاست، آیا تعمید گرفتن مرا مانعی است؟ فیلیپوس گفت اگر با تمام دل ایمان آورده ای مانعی نیست. خواجه سرا گفت ایمان دارم که عیسی مسیح پسر خداست. Yes, bro. خیلی ممنون. So this is the record of the Ethiopian eunuch who was a very important and influential individual. و این یک مثالی هستش از اون از همین خواجه سرای حبشی که یک به صورت تجربه شخصیش رو تو این کتاب نوشته شده. He'd run from Ethiopia to Jerusalem to worship and he was on his way back home when he meets Philip. و این حالا میگه اون زمان از حالا اتیوپی داشته برمیگشت اومده به اورشلیم و داشته برمیگشته بره به شهرش که توی راه فیلیپوس رو دیده. And Philip preaches to him and the eunuch asks to be baptized. و اون بشارتش داده و این خواجه خواسته که تعمید بشه. The eunuch is traveling from Jerusalem to Ethiopia, which means he's going to have to travel through what is now called Gaza. و در واقع این داشته از اتیوپی می اومده بره به اورشلیم و اون قسمتی هستش که اسمش در الان حالا قضا هستش که حالا من دقیقا نمیدونم به فارسی ما چی میشه. He travels along the Mediterranean coastline until he reaches the river Nile and then he can turn south and follow the river until he gets to Ethiopia. و اون باید که می اومد از سمت ساحل دریای مدیترانه، از نوار ساحلی مدیترانه می اومد عبور می کرد و بعد به رود نیل که می رسید به سمت جنوب می رفت تا بره و به
اتیوپی برسه. This route has a very long stretch. It's 2 or 3 days of travel through the desert. و این راه راه خیلی خیلی بزرگ و یعنی راه طولانی هستش و تموم ناشدنی منظورش هستش که خیلی طول میکشه هرچی میرفت تموم نمیشد و بیشتر مسیر هم از توی بیابون بود. Since the eunuch is a very important person, he would have been traveling with a large retinue of guards and servants and so on. و به خاطر اینکه حالا این خواجه یک آدم خیلی خاصی بوده، اون با حالا با نگهبان و خدم و حشم داشته سفر می‌کرده. And they would have had horses and other animals with them. و اونها اسب و حیوانات دیگه با خودشون داشتن. And because there would have been a lot of people and animals traveling through the desert together, they would have had to have had a lot of water with them. به خاطر اینکه حالا اونها با حیوانات و یعنی یک گروه بزرگی بودن که داشتن مسافرت میکردن، حالا اون خدم و حشم و حیوانات زیادی هم همراهشون بوده، به خاطر این آب فراوانی هم با خودشون داشتن میبردن. It's likely he would have had a large surplus as well, just in case of emergencies. و به نظر میاد که حالا اون ممکنه که از این بشکه های خیلی بزرگ آب مثلا داشته باشن داشته بودن با خودشون برای اینکه حالا در موارد اورژانسی ازش استفاده کنن. There are some large pools of water in the area, but they are not drinkable because they are seawater. و اونجا هم حالا از این حوضچه های آب زیادی حالا اون دور و برا بود که ولی اونها هم قابل نوشیدن نبودن و آب دریا بودن. When the eunuch sees these pools of water, he asks to be baptized. و زمانی که این خواجه حالا دید این حالا این گودال یا این چاله‌ای که حالا پر آب هستش، دید که این آب فراهمه، خواستش که اونجا تو این آب تعمید بشه. Given he has a huge amount of water with him, if he doesn't need very much to be baptized, he could easily have used a small amount from his stores, and that would have been fine. اگر که حالا در نظر بگیریم که اگر که اون احساس میکرد که حالا آب زیادی احتیاج نداره تعمید بشه، شاید میتونست اون آب رو از اون ذخیره آب خودشون برداره و استفاده کنه. But instead, he and Philip go down into a pool of water, and he's baptized there. و ولی به جای اون خودش و فیلیپوس اومدن و به داخل آب رفتن و تعمید شدن. یعنی میگه خودش رفت داخل آب، توی آب رفت، از آبی که خودشون داشتن استفاده نکردن. And what other reason could there be for this other than needing to be fully submerged in water as part of the symbology of being buried and raised from the dead with Christ? و در واقع دلیل این که اینها اومدن این کار کردن به ما نشون میده که این همون سمبولی هستش که باید غوطه‌ور بشی توی آب به عنوان سمبول مرگ و رستاخیز عیسی. So far we've seen that baptism is essential to be saved, and we've looked briefly at how we are baptized. تا الان ما دیدیم که تعمید یکی از جزء عناصر مهمی هستش که ما باید انجام بدیم تا بتونیم حیات جاودانه پیدا بکنیم و به خاطر این هستش. Sorry bro, would you be able to repeat the second bit again? Certainly. We have briefly considered how we are baptized. و به صورت خیلی خلاصه ما میتونیم تصمیم بگیریم که ما چطور باید تعمید بشیم. The final question I'd like us to consider is why adult baptism is necessary for salvation. سوال آخری که من میخوام که در نظر بگیریم برای امروزمون اینه که چرا ما مثلا اینو مطرح میکنیم که باید بزرگسالان تعمید بشن. And the answer is actually very straightforward. و در واقع جواب این سوال خیلی خیلی راحت و مشخص هستش. When we are baptized, we are performing an action which signals our intention to try and live a Christ-like life. زمانی که ما تعمید میشیم در واقع ما وارد یک حالت مرحله‌ای میشیم یا یک
به یک پله ای میرسیم که باید زندگیمون، حیاتمون و زندگیمون دقیقا شبیه عیسی باشه، یعنی زندگی در مسیح زندگی کنیم، مسیحیت بار زندگی کنیم. This is not something that just happens. It takes a certain amount of knowledge and understanding of what is needed to live a Christ-like life. و در واقع این چیزی نیستش که همینطوری بیاد و اتفاق بیفته به راحتی. احتیاج به علم و دانش داره و بعد بدونی که چه کاری باید انجام بدی و چه رفتاری باید داشته باشی تا بتونی در مسیح زندگی کنی و یک مسیحی باشی. در مسیحیت زندگی کنی. Since baptism represents an important action and requires knowledge and understanding, a young child is unlikely to understand everything that being baptized means. در واقع زمانی که حالا کسی که میخواد تعمید بشه باید یک مسئولیت هایی داره و باید یک درکی رو داشته باشه، سری اطلاعاتی رو باید داشته باشه و به این دلیل هستش که ما میگیم یک کودک توی حالا در هر سنی ممکنه که این اطلاعات رو نداشته باشه و این قدرت تصمیم گیری یا این علم رو نداشته باشه که بخواد به این مرحله برسه که تعمید بشه. Once someone is mature enough to understand all of the main points of our beliefs, then there is no reason why they cannot be baptized if they want. در واقع زمانی که یک شخصی کامل باشه، کامل بشه و تمام اون اطلاعات و حالا اون چیزهایی رو که قراره که یک مسیحی بدونه و بهش عمل بکنه رو بهش بگن بدونه در جریان باشه و اگر که بخواد اون موقع اگر که تصمیم بگیره هیچ مشکلی براش نیستش که بخواد تعمید بشه. And most Christadelphian churches have a system they use to make sure that someone understands enough to be baptized. و در واقع تمام شعب کلیسای کلیسادلفیان این سیستم رو دارن که میخوان که مطمئن بشن اون شخصی که داره تعمید میشه اون درک رو از اون چیزی که از اون باور و اون به اون درک و باور رسیده و میدونه که مثلا حالت ایمانشون شبیه هم هستش و به اون درکی که اینا میخوان بعد رسیده باشه تا تعمید بشه. So what we've seen then is that adult baptism is necessary for us to be saved. پس اون چیزی که ما امروز نتیجه ازش گرفتیم این هستش که تعمید در بزرگسالان یک چیز ضروری هستش که برای اینکه ما بخوایم حفظ بشیم و سیو بشیم. We've looked at two examples that show how baptism happens. ما نگاه کردیم به دو تا مثال که نشون میداد به ما که چطور تعمید اتفاق میفته. And there is a lot to understand so that we can be baptized and have a place in the kingdom of God. و اطلاعات خیلی زیادی پیدا کردیم که برای ما یک دلیل موجهی هست، یک دلیل خیلی بزرگی بود که بدونیم که چرا باید تعمید بشیم و برای که به چه زمانی اون وقتش فرا می‌رسه. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم.